سلام و درود فراوان من بر مشتاقان ایران. من یه ایرانیم، عاشق ایرانم، عاشق ملتم و از تمام مشتاقان ایران و تمام ملت از جوان گرفته تا پیر میخوام که برین مصاحبه شاهزاده ما رو در یوتیوب محمود قربانی ببینین و ببینین سطح فکر کردنش و برای مملکتش چقدر میخواد شکوفای بزرگی در سطح دنیا ورداره. با نالجای دنیا، با سیستم‌های دنیا داره پا به پای جوونا، با نالج جوونا که هر کدوم اونا خدان میاد و این مصاحبه رو در مقابل تمام تلویزیوندارای لس آنجلس در بیورلی هیلز انجام داده. خیلی ها سوال میکنن در داخل ایران تکلیف چیه؟ آیا بایستی رو تهران متمرکز باشیم؟ من به نظر من، نظر شخصی من نستش که نه، در تمام نقاط ایران باید باشه. چرا؟ برای که هر چقدر پخشتر عمل کنید وادار میکنید نظام رو به اینکه پخش بشن و بخوان نیروهاش رو بفرستن، یه جا نتونن متمرکز بشن روی بنابراین این یک نوع مقابله با اون ایجاد تمرکز از دید تاکتیکی. یه ده میگن آیا باید اون روز اعتراض بکنیم، آیا اون روز باید احتساب بکنیم. به نظر من یا این یا اون نیست، هر دو متد میتونه مفید باشه. فرزان در جوی طرف، نادر روی یه طرف و بقیه هر کدومشون شاخص بودن و چقدر این مرد با تمام وجودش واقعیت‌ها رو داره میگه و ما اگه ایرانی نیستیم نمیدیم نگاه کنیم. اگه ایرانی هستیم باید بریم سخنان و حرفای این عزیز رو گوش کنیم. کسی که عاشق ایرانه و خواهان خوبی ایرانه میخواد، خیلی دقت کنیم من چی دارم میگم. همه حرفا رو بذار یه طرف، سپاه رو بذار یه طرف، بسیج رو بذار یه طرف، اصلا هر بیزینس، هر قالتاق بازی اینا رو بذارین کنار، ببینین از فکر شخص برای مملکتشون چقدر زیباست. من درست اگه نگاه بکنید این مافیای سپاه که سران کله گنده شون زینف هستن در این حکومت رو بخور و بگیر و چیز، خیلی از مقامات رده های پایین ترشون که حقوق بگیر هستن و حقوقشون از کفاف نمیده که خرج زندگیشون رو بدن، منفعتی در این نظام ندارن. ولی سوالشون هستش که اگه ما امروز مورد نفرت جامعه باشیم و فردا به قصد انتقام سراغ ما بیان، خب هیچ چاره‌ای نداریم که تا آخر بچسبیم به رژیم. پس بنابراین دیسیپلین خشونت پرهیزی یعنی دعوت به آشتی ملی و گذر از این نظام با حداقل هزینه که جا داشته باشن برگردن به جامعه در اون فردا. من شخصا به والی ایرانی افتخار میکنم و براو میگم، چون ما فرزندان پدرتیم رضا شاه دوم و میدونیم در چه شخصیتی هستی، در چه خانوادهی بزرگ شدی و ما همچین انتظاری داشتیم چنین روزی در لس آنجلس، در بهترین محل لس آنجلس و بهترین افراد مانند فرزان دلجو، نادر ربی و بقیه که واقعا همه عشق وطن دارن شما صحبت کردیم. زنده باد شاهنشاه، زنده باد فرزان دلجو. اول سوال کرد و تا بقیهش همه روز سوال رفت. این خیلی جالبه، چرا فرزان دلجو سالهاست پا به پای شما داره میاد و این مرد سالهاست در راه تلویزیون بالا پایینای زیادی کشیده و تا این لحظه که مملکتشون در حال شکفته، در حال انقلابه، اولین فردی هست که سوال میکنه از شاهزاده بود. خب اولا هم تو...
خب دوستان، اولا این بیشتر جنبه در اصل گفتگو داره تا پرسش و پاسخ، گرچه در ابتدا به عنوان یک پرسش مطرح کردین، ولی اتفاقا بحث خیلی مهمی است، برای که فکر کنم در روندی که پیش داریم یک تقسیم کار اساسی لازم هست و هر کسی باسی در جا موقعیت خودش در این در رابطه با این پیکار و مبارزه نقش خودش رو ایفا بکنه. به شکل کلاسیکش که مطرح کردید، من شرایط رو مثل شرایط 44 سال پیش نمیبینم که در واقع یک شخصیتی رو بیان و به اون شکل بندازن جلو و بگن که این آدم هستش که تمام فرامین رو میده و تمام دستور میده، گرچه حتی خود خمینی هیچ وقت این کار رو نکرد، یعنی تبدیل شد به اون در نتیجه عملکرد دیگران، نه که خودش بیاد دو نفلو شد و بگه آه من میخوام رهبری کنم این حرف. دمت گرد فرزان در جو، انشالله که به اون هدفی که میخوای برسی و ایرانت آزاد خواهد شد و هممون در ایران در رشته های خودمون بتونیم قدم های مثبتی رو برداریم برای ملت. کتاب تاریخ 43 ساله حکومتی که بر ایران گفت ایرانه، از هر صفحش از سمتش جز خون و عشق و ظلم و آه و زندان و شکنجه و اعدام و کشتار چیزی نمیشه کرد. بیشمار این جانباختگان این داده های پرپری که رفتیم به سراغ یکی از کوچکترین ایشون، بچه های کوچکی که 5-6 بچه زیر 10 سال در این ماجره های جمعه اخیر جان باختن و کیار پیرفلک به گونه استثنا بوده، با 9 سال و 5 ماه و 4 ساعت عمر این بچه آرزوهای بسیاری داشت. این بچه خدا رو به گونه دیگه دید، خدا روشون مولانا دید، خدا رو در رنگین کمان دید. آقای دلجون، معمولا کار کردن از بیرون ایران در مورد قصه های داخل ایران کار ساده نیست، برای ما روزنامه‌نگاران هم گزارش تلویزیونی راحت نیست وقتی دسترسی ندارید. گمان میکنم که برای شما هم در ساخت چنین مستندی کار آسانی نبوده. چقدر سخت بود کار کردن از راه دور در مورد داستان این چنینی؟ مشکل به هر حال در خارج در باره مسائل ایران ساختن مشکل، سعی میکنیم طوری که در حد امکان هست بتونیم منعکس کننده اون دردی باشیم که خانواده های ایرانی، میلیون ها خانواده ایرانی، چه از طریق که عزیز از دست دادن، چه در فقر مطلقن، چه دچار حوادث گوناگون شدن، چه مورد اصابت گلوله قرار گرفتن، چشمشون از دست دادن، یا در زندان ها هستن یا تحت کنترل شدید هستن، سعی کنیم هر بار به گوشه ای از این مسائل و فجایع و مصائب بپردازیم و زنده نگاه داریم این تاریخ مصور ظلمی که بر کشور ما داره روانه. ویدیو دیدم که این ویدیو از صحبت های یک پهلوان میکرد، چقدر به دلم نشست و چقدر واقعیت میگفت. و ما ایرانی ها هممون پهلوانیم، از زن گرفته تا مرد، ما همه پهلوانیم. ما پهلوانای پرشیا هستیم، ما پهلوانای پهلوی هستیم و رضا شاه و کوروش کبیر. ما کوها رو میشکافیم به قول پهلوان، و اگر عشق نداشته باشیم گفت خریم کرد با این مرد قلبمو لرزون. و واقعا گوش کنیم به این ویدیو که ما میذاریم. میگه تو که پهلوان بازی، میدونی پهلوان کیه؟ پهلوان برای یتیم پدره، برای وامونده اساس، برای درمونده دسته، برای مظلوم حقه، برای ظالم مرگه، برای هرچی نامردیه ترس. پهلوان نهل چاپ و چوپه، نهل باد و برود. پهلوان اونه که سینش سنگ و بشکاف و دلش مثل یه شیشه با یه تق ترک برداره. پهلوان با خاکیاش خاکیه، با معرفتاش قاطی. پهلوان اهل صفاست، مرد وفاست، گره گشاست. و بعد میگه همه رو شنیدی،
پهلوانی که عاشق نباشه پهلوان نیست، خره. این روزا سخته برای ملت ایران و ملتی که در آرزوش نجات پیدا کنه از این دشمنون و از این دزدان خاک مملکتمون، پولای مملکتمون، منابع طبیعیمون. این روزا نزدیکه که ما بتونیم صاحب مملکتمون باشیم و برید در دهات ها، در جاهایی که در فرق و شد بتونیم حمایت کنیم و همشونو به زندگی راحتی بکشونیم. و من مطمئنم با بودن چنین پادشاهی و چنین دموکراسی در وجودش ما به هدفمون میرسیم. ایران در اون منطقه یه منطقه دموکراسی به وجود گرفت و هر کسی جای خودشه. اینا بدونید که ایران ما مملکت گل و بلبلش به زودی حتی بلبل هم شروع میکنن به خوندن، گل ها شکوفا میشه، میوه ها مزه‌هاش فرق میکنه، گوسفنداش مزه‌هاش فرق میکنه دیگه. از این به بعد حیوان ها هجوم میارن به منطقه ما و اونا هم آرامش میکنن. از حیوانات گذشته انسانی چون مانند یک بلبل گل مملکتمونو گل میگیره، مملکتمونو پر از عشق میگیره، پر از موسیقی شاد میگیره، دیگه در این غم ها و شادی ها نخواهیم داشت. میریم سراغ موزیک هایی که بتونیم شادی در قلب شما ها به وجود بیاریم و عشق دونه دونه با موزیک بیاد تو قلبتون. قسم به تو که عشق من یه عشق بی زبونه، به پای تو چاتیشه یه چشمه جنونه، چشق ما به هم رسد طلوع یک ستاره است، تو زندگی برای ما تولدی دوبار است. بکش به زنجیرم که بی تو میمیرم، اسیر تقدیرم فنا پذیرم، همیشه غمگینم غم تو تسکینم، بیا به بالینم نزار بمیرم. قسم به تو ای عشق، به قولی اون پهلوان اگه عاشق نباشی هیچی، ولی ما این عشق رو داریم، اون عشق وطنه. و به عبار من یه ایرانیم، همه تون باید بلنشین بگیم من یه ایرانیم. به عنوان یه فرد ایرانی در هر نقطه دنیا، در خاکتون، در هر جا که هستید، به نام اینکه من یه ایرانیم و جلوی این نسل خوشی ها رو بگیرین و ایرانتون رو نجات دادیم و ایرانت عشقت وجودت سربلند بشه. من یه ایرانیم و نفسم خاک منه. به ایران عجب عشقی هست. من نمیخوام زیاد حرف بزنم امروز، فقط میگم جاوید باد پرچم شیر خورشیدمون، جاوید باد پادشاهمون محمد رضا شاه دوم، زنده باد زن، زندگی آزاد.